خوش اومدید به بررسی اسمکداون، شوی بود که جشن هزار روزه قهرمانی رومن رینز توی اون برگزار شد. از رونمایی کمربند جدید رومن رینز بگیر تا کل اتفاقات دیگه‌ای که در شو اسمکداون افتاد. امروز قراره که راجبشون حرف بزنیم و من نظر شخصیمو مثل تمام شوهای گذشته بگم بهتون. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. همون اول شو قهرمان کمربند یونایتد استیتس رو داشتیم، آستین تیوری. آستین تیوری وارد شد، پروم جالبی داشت که خوش اومدید به شو من، دیگه همه خودشون و شو اسمکداون و شو خودشون. آستین تیوری گفتش که امشب شب مهمیه، جشن قهرمانی رومن رینز. چرا نیاییم کمربند US رو با قهرمانی یونیورسال و دبلیو ترکیب نکنیم تا نشه 1200 روز؟ به زودی ما شاید شاهد جشن قهرمانی 1000 روزه کمربند US باشیم. منظورش خودش بود، 2000 روز، 3000 روز، 4000 روز، از اینجور حرفا. و باز هم بردش در رسلمینیا رو به رخ کشید که جان سینا رو شکست داد و دعوت کرد از پرتی دیدلی، مسابقه که ثبت شده بود همون تایم آستین تیوری و پرتی دیدلی مقابل برولینگ بروترز. توی مسابقه واقعا خوبی که واقعا در حد یه شو خیلی خوب بود، آستین تیوری و پرتی دیدلی تونستن که برنده اون مسابقه بشن. مسابقه خوبی بود، چیزی نیست که خیلی بخوام راجع بهش صحبتی داشته باشم، ولی خب فیود آستین تیوری و شیمس ادامه دار خواهد بود. در رکستیج پول هیمن رو داشتیم با سالوسی کوها که تاکید کرد که به آدام پیرس بگه امشب رومن نمیخواد، اوسوز وسط جشن قهرمانیش بیان و صحبت کنن، گفتن این هماهنگی رو انجام بدین که این اتفاق نیفته. مچ بعدی لوک گالوز و کارل اندرسون مقابل هیترو، که توی یه مسابقه دیگه که خب در حد شو بود، مسابقه معمولی بود واقعا، خیلی خیلی معمولی، لوک گالوز و کارل اندرسون تونستن که برنده مسابقه بشن. بعد از اون مسابقه تاپ دالم اومد و AJ سایز اومد یه فنامنال فور آرم هم زد به تاپ دالا. AJ هم داشتیم در شو راو که خب شو راو و بعد از این ویدیو احتمالاً یا فردا خواهیم داشت، نگرانش نباشید. آدام پیرس هم هی وسطایشو نشون میدادن که آره داره این پیگیری رو میکنه، که مثلا به پال هیمن میگه آقا نگران نباشید، ما نمیذاریم که AJ یا جیمی بیان و مراسم رو خراب کنن. این پیگیری رو ما کلا در طول شو داشتیم که این اتفاق میفته، خیلی بهش نمیپردازیم. مسابقه داشتیم برای راهیابی به مانینده بنک، خب پروپروی بعدی مانینده بنکه و مسابقاتی داره برای راهیابی به مسابقه مانینده بنک ثبت میشه. توی اسمکداون هم این مسابقه ثبت شد، الی نایت مقابل مونتز فورد، که همون جوری که پیش میرفت الی نایت برنده شد، با رول تونست که فورد رو شکست بده. الی نایت از کاندیده اصلی بورد مانینده بنک، حالا باید ببینیم که چی میشه، چه پلنی براش خواهند داشت. و میرسیم به جشن 1000 روز قهرمانی ترایبل چیف رومن رین، جشنی که خب عبور تایتل رین رومن رینز از 1000 روز جشن میگیرن. الان بالای 1000 روزه که رومن رینز قهرمان کمربند یونیورساله و این یه رکورد خیلی بزرگ محسوب میشه. و توی ویدیو پرومویی که ما دیدیم که چقدر ویدیو جذابی بود که نشون میداد رومن رینز چه کسایی رو از لحاظ تایتل رین پشت سر گذاشت، ما نام سی ام پانک هم دیده بودیم که سی ام پانک هم دبلیو الان دیگه حساب کرد و این خیلی اتفاق جذابی بود به نظر من که اینو آدم حساب کردن به عنوان شخصی که یه تایتل رین بزرگ داشته سی ام پانک. حالا بگذاریم، رومن رینز وارد شد با پال هیمن و سولو و تریپل اچ هم داشتیم که همون جوری که پیش بینی میشد قرار بود که از تایتل جدید رومن رینز رونمایی بکنه. قبل از برگزاری این شو تقریبا تایید شد و ما در کل، حالا نه توی شو اسمکداون، انتظار اینو داشتیم یا خود رومن کمربنده رو یکی میکنه یا کسی که رومن رینز رو میبره کمربند ها رو یکی میکنه. به نظرم اتفاق خوبی بود اینکه در جشن 1000 روزه رومن رینز این کمربند رو یکی بشه، چون دو تا کمربند دست رومن از اون طرف کمربند سنگین وست کمربند نمیشد، همونجوری که پیش بینی شد و ما بارها راجع به صحبت کردیم این حرکت رو زدن و کمربند رو یکی کرد. خیلی خیلی قبل از اسمکداون گفتن این کمربند شبیه به کمربندی که دراک سال 2013 از اون رونمایی کرد. من پیش بینی که داشتم چی بود؟ پیش بینی من و خیلی جا، یعنی خیلی خیلی همیشه میدیدیم که آقا این دوتا یکی بشه طلایی خواهد شد. خیلی جاها دیدید مطمئنم،
که این دوتا کمربند یکی بشن تلقی خواهد شد. خیلی پیش بینی داشتن، یه سری پیش بینی داشتن که نهایت طرح جدید کامل. تقریبا پیش بینی درست در اومد و تریپل اچ از اون کمربند رونمایی کرد. کمربند همون دیزاین قبلی دبلیو و یونیورسال ولی طلایی. به نظر من حرکت درستیه. شاید تو نگاه اول یه سری حال نکنن، مثل داستان سنگین و جدید است که یه سری حال نمی‌کنن. بعد هرچی که گذشت بیشتر باش ارتباط گرفتن. به نظر من این همینه. من کلیت کار خیلی دوست دارم و اونقدر سختگیر نیستم سر دیزاین. چرا به نظر من این کمربند رو کامل با یک شیپ جدیدی عوضش نکردن؟ این اتفاق اگه میافتاد خب خیلی به نظر من جذاب میشد، ولی این شیپ، این کلیتی که کمربند دیوبی داره دیزاین موفقیه و دیزاین برندهیه. به خاطر همین یک در واقع پترن روی تمام کمربند رو اعمال کردن. اون کمربند زنان راو اسمیدون اعمال کردن، یونیورسال روش اعمال کردن، همون پترن ها فقط رنگاش عوض میشه، کلیت هم بود، چون طراحی موفقی بود. الان هم این اتفاق افتاد، یعنی دبلیو یونیورسال یکی شد و شد این همون چیزی که من میگفتم دوست دارم اتفاق بیفته، این که کمربند چرم سیاه و اون قسمت روی اون طلایی که داره، حالا یه اسمی هم داره خیلی تخصصی بخوای صحبت کنی راجوش، اون طلایی باشه که خب اتفاقی که با سنگین وز افتاد گفتم به به و اینجا هم افتاده، ولی یه مشکلی داره به نظر من. کمربند رنگی اینا خیلی خفنه، یه مشکلی داره که دبلیو شما خب وسطش ناکنی یه لوگوی دبلیو و زیرش یک اون یه خورده مشکله، یعنی کل کمربند اوکیه، اون تیکه پشت الان اون لوگوی دبلیو مشکله. بافتی که اون داره یه بافت اکلیلیه، یه کاش اینو این بافت استفاده نمی کردن، یعنی واقعا می اومدن پشتشو حداقل می اومدن واقعا یک جنس آهنی متالیک استفاده می کردن، به جای اینکه بیان پشت انگار یه چیز اکلیلیه که اون به نظر من اونقدر از اون جذابیتش کم کرد. پشت اون لوگوی دبلیو اگر متالیک میکردن، فلز میکردن، خیلی قشنگتر میشد به نظر من و میتونستن اون بک‌گراند، اون بیس رو یه خورده بهش دیتیل اضافه کنن. همون اتفاقی که توی سنگین وزن افتاد، یعنی لوگوی دبلیو هست ولی پشتش زیر لوگوی دبلیو شما اون بک‌گراند رو میبینید، اون بیس اصلی اون طلا رو میبینید که دیتیل داره، طرح داره. این اتفاق میتونست برای همین دبلیو بیفته ولی خیلی ساده اون وسط رو اومدن رنگش رو عوض کردن. این یه خورده به نظر من تو ذوق میزنه ولی در کل قشنگه. من خودم حال کردم و میگم اونقدر سختی نیستم سره این که کمربنده حالا چرا اینجوری، اوکیه باش عادت میکنیم، ولی میگم 10 از 10 نیست واقعا، یعنی مخصوصا اون بافته ای که بهتون گفتم اون اتفاق نباید میافتاد براش. اکلیلیه که برق بزنه اون نیستم واقعا. حالا بگذاریم، از کمربند رونمایی شد و رامان یه خورده باهاش جست گرفت که دیدیم دبوسوز وارد شدن. وقتی که اینا وارد شدن رامان یه خورده اخماش رفت تو هم و به جی گفتش که به جیمی اینو سوپرکیک بزن تو صورتش. اون این کار با من کرد، تو بزن تو صورتش همین الان، بزن تو صورتش. هی رومن به جی میگفتش که بزن این داستان رو تمام بکن، اصلاح کن این داستان رو، درستش بکن. چه جیمی میگه که داداش تنها چیزی که الان باید اصلاح بشه تویی نه ما. جی راجع به برادری میگه که آره اون برادر منه، سولو هم برادر منه، ما به هم آسیب نمیزنیم. ما از این حرفا که رومن گفت اوکی برادرتون سکوت کرده، منظورش به سولو سکوا بود. خب میگه خب سولو تو طرف کی؟ و اینجاش جالب میشه که سولو میگه تو برای من رئیس قبیله رومن، ولی اونا برادرای منن و میره سمت دئوسوس، رومن میمونه. و اینجا خیلی باحال بود، خیلی هم تونست ریاکشن خوبی از مردم بگیره. سولوسیکو میره سمت برادرش. جی این وسطا هی سعی کرد اون تنشه رو بخوابونه و اوضاع رو بدون دعوا و درگیری بتونه که حلش بکنه. و یه جا جیمی هیداش حرف میزد که آقا احترام اینا باید متقابل باشی، دیگه اینجوری نیست که حتی هر کاری بکنیم و سکوت کنیم. رومن داشت یه حرف میزد، فکرم داشت میگفت خفه شو. جیمی رومن رو هول میده، خدایا سر رومن رو میگیره هول میده و قشنگ نشون میده که آقا اون احترام دیگه شکسته شد، بخوای زر بکنی دهن تو سرویس میکنه. و کل این حرفان به این نتیجه رسیدن که اگر تو
احترام بذاری به ما، ما اون احترام متقابل رو داریم. جی خیلی سعی کرد بلادلاین دوباره یکی کنیم که آره آقا ما کنار هم قدرتمندیم، ما همه فامیلیم، با همه بلادلاینیم، ما میتره کنیم و فلان اینا. و جی سعی کرد اون جو رو بخوابونه و یکی کنه. و در نهایت حتی جیمی هم میدیدیم که حالا درست خیلی الان کله خر شده، ولی اون هم سعی میکرد که اون بلادلاین شکل بگیره. رومن یه خورده وقتش بازی میکنه و جیمی رو بغل میکنه. اتفاق خیلی جالبه بود که یه سری باشون شکر شد ای وای بلادلاین دوباره قراره که یکی بشه، ولی رومن میکروفون رو میگیره و میگه نه. و اونجا ریاکشن باحال بود که دیدیم سولوسیپوا سامو اسپایک میزنه به جیمی. رسما دیگه این اتفاق افتاد که رومن نمیخواد اوسوز رو. سولو هم برادراش رو انتخاب نکرد، در واقع رومن رو انتخاب کرد. از رینگ هم میرم بیرون و وقتی هم که رومن داشت خارج میشد از سالن، پال هیمن میگه که جی چی؟ با جی میخوای چیکار کنی؟ و رومن حرف قشنگی زد و گفتش که جی خودش میدونه چیکار کنه و اون همیشه در نهایت من رو انتخاب میکنه. فیود باحالیه و احتمالاً برای مانیند بنک تک تیم مچی داشته باشیم بین اینها و بعد در نهایت در سامر اسلم من فکر میکنم رومن و جیمی رو داشته باشیم. سلیقه دیگه، من خیلی با این پلن موافق نیستم ولی امیدوارم که شمایی که حال کردید ازش لذت ببرید. اینم کلیتی از شو اسمکدان. اتفاق جالبی افتاد که مهمترینش رونمایی از کمربند جدید رومن رینز بود. اون WWE یونیورسالی که دوتایی بود دیگه گذاشته میشه کنار و الان یکی شد دیگه، شده این کمربند طلاییه. لایک و سابسکرایب کامل فراموش نشه. نظرتون هم حتما بنویسین راجع به این شو. این ویدیو هم ببین، بهت پیشنهاد میکنم بعد از این ویدیو ببینی، ویدیوی باحالی هم هست. میبینمتون تا ویدیو بعدی.